داشتن اطلاعات در هر شغل و حرفه‌ای بدون شک خیلی مهمه. این روزا با بودن اینترنت و منابع معتبر اطلاعاتی ما میتونیم سطح اطلاعاتی و علمیمون رو بالا ببریم. پس یادمون نره، حتی ورزش کردن هم نیاز به تحقیق و جستجو و یادگیری داره. سلام، من سارا هستم. این روزا با اتفاقاتی که دور و برمون داره میفته، هممون تو خونه ایم و سطح فعالیت بدنمون خیلی پایین اومده. این میتونه باعث مشکلات زیادی برای قسمت‌های مختلف بدنمون بشه. ورزش یوگا میتونه بهمون کمک کنه که از مشکلات مختلف جلوگیری کنیم. الان میخوایم با همدیگه چند دقیقه به چند تا حرکت ساده بپردازیم که میتونه کمکتون کنه حالتون بهتر بشه. حرکت اول از چهار دست و پا شروع میشه که به تیبل تاپ هم مشهوره. تو این حرکت از مهمترین نکات اینه که ستون فقراتتون رو به حالت طبیعی نگه دارین و مچ دستتون دقیقاً زیر کتفتون باشه، یعنی اینجا یا اینجا نباشه. سرتون در امتداد ستون فقرات، زانو دقیقاً زیر استخون لگن. شما دقیقاً مثل یک جعبه یا میز به نظر میرسید. انگشتا رو پخش کنین که فشار به مچ دست وارد نشه. اگر مشکل مچ دست دارین میتونین دستاتون رو مشت کنین. خیلی خوب، با دم شکممون رو میبریم به سمت زمین و باسن و گردنمون رو به سمت آسمون. با بازدم این منحنی رو برعکس میکنین، دم بازدم، دم آروم برمیگردیم به حالت اول. حرکت بعدی به قوی تر شدن عضلات کمرمون خیلی کمک میکنه. با دم دست مخالف با پای مخالف، مثلا دست راست با پای چپ همزمان امتداد میدیم، دم، و با بازدم میاریم به سمت دوشک، دم، بازدم. یه بار دیگه حواستون باشه حالت طبیعی ستون فقراتتون از بین نره و سرتون در امتداد ستون فقراتتون باشه، بازدم. این حرکت به کشش دست پا و قوی تر شدن عضلات کمر کمک میکنه. حرکت بعدی لو لانج. برای این حرکت یه پامونو آروم میبریم جلو و زانوی پای پشتیمون روی دوشک. باید حواسمون باشه زانوی جلویمون از پنجه رد نشه، یعنی این اتفاق نیفته. خیلی آروم دستامون رو میبریم تو کرسنت لانج. آروم کف دست رو به هم و نگاه رو میبریم به سمت آسمون. دستا رو مثل دایره میاریم پایین، دم، یه بار دیگه بازدم. دست مخالف رو بالا نگه می‌داریم، یعنی اگر پای راستتون جلوه دست چپتون رو نگه می‌داریم و آروم به سمت راست متمایل میشیم. خیلی آروم برگردیم به وسط و پاها رو عوض می‌کنیم. این دفعه پای چپ میره جلو و زانوی راست روی زمین. خیلی آروم دستا رو می‌بریم به سمت آسمون و سینمون رو میبریم بالا به سمت آسمون. دستا رو امتداد میدیم، بازدم، دستا توی دایره، دم، دست مخالف بالا میمونه، یعنی اگر پای چپتون جلوه دست راستتون بالا میمونه، دم، و توی بازدم آروم به سمت چپ متمایل میشین. قفسه سینه و قلبتون رو به افق. آروم برمیگردین وسط و پای پشتی رو میذارین کنار پای جلویی، ولی نمیشینین که به زانوتون فشار وارد نشه. دو تا مشت میسازین با دستاتون که از کمرتون محافظت کنه و میذارین دقیقا قسمت آخر ستون فقرات و آرنجاتون رو میارین تا میشه به هم نزدیک میکنین. قفسه سینه رو میبرین به سمت آسمون و دستا رو فشار میدین به کمرتون.
این حرکت برای باز شدن عضلات سینه خیلی مفیده. فقط حواستون باشه که دستاتون از کمرتون محافظت کنه. آروم برمیگردیم وسط و میایم به حالت نشسته. حواستون باشه که تو این حرکت قوز نکنیم. دم آروم دستا رو میبریم بالا. توی بازدم آروم به یه سمت میچرخیم. یه دست رو میذاریم بالای زانو و دست مخالف پشتمون. حواستون باشه که گردنمون در امتداد ستون فقراتمون باشه و گردنمون رو نندازیم. برمیگردیم وسط و بالا. دم بازدم به سمت مخالف. آروم برمیگردیم وسط. حرکت آخر کشش گردن. اول گوش رو میبریم به سمت کتف، بعد به سمت مخالف، بعد برمیگردیم وسط و بعد نگاه رو میبریم به سمت کتف، آروم به سمت مخالف. آخریش فقط نیم دایره جلوی بدن، خیلی آروم. و حواسمون باشه هیچ وقت این کار رو با نیم دایره پشتی بدن نکنیم، چون اعصابی که از بین ستون فقرات رد میشن ممکنه آسیب ببینن و خیلی التیام ناپذیرن اون اعصاب. آروم برمیگردیم به وسط. دستا رو امتداد میدیم. دم بازدم. دستامونو میذاریم رو قلبمون. چشامونو میبندیم. تمرکز میکنیم رو لحظه حال. نماسته. امیدوارم لذت برده باشین. خیلی مراقب خودتون باشین تو این روزا. خیلی روزای سختیه. حواستون به همدیگه باشه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.